بسم الله الرحمن الرحیم. هفته پیشتر موضوعات مربوط به بوتستراپ ما تمام شد. یک آشنایی داشتیم، یک کار کردیم بوتستراپ چطور میتونیم از بوتستراپ استفاده کنیم و آبجکت ها و موارد مختلف یا کلاس های مختلف در آبجکت به خاطر تنظیم کردن یا اضافه کردن استایل به آبجکت های المنت های مختلف اشتمل چطور میتونیم از اون کار بگیریم او را فهمیدیم. و در کل کارکرد بوتستراپ همی است که در دیزاین نسبتا بر ما سهولت ایجاد میکنه، یعنی به این معنا که اگر ما خواسته باشیم یک صفحه را بسازیم در بسیاری موارد ما، البته در کل ما ضرورت به این داریم که CSS را از بیس نوشته کنیم، یعنی از ابتدا تمامی استایل را نوشته کنیم و پیش بریم، که نسبتا وقتگیر است. اما زمانی که میایم از بوتستراپ استفاده میکنیم، بوتستراپ سرعت کار بالا بلند میبره یا زیاد میسازه، به این خاطر از اینکه از قبل این کلاس ها در او موجود است، پیش از پیش ساخته شدن، تنها ما با کال کردن یا صدا زدن کلاس ها میتونیم اون استایل با ابجکت های خود اضافه کنیم. و این در پهلوی از او که سهولت ایجاد میکنه یا سرعت کار ما را بیشتر میبره، همچنان این استایل هایی که در او موجود است بارها تست شدن، امتحان شدن، یعنی از تمامی نواقصی که ما زمان کود را از بیس نوشته کنیم و بسیاری مشکلات که روبرو میشیم از اون نواقص یا مشکلات مبرا است. اما بازم در بعض جا اگر شما خواسته باشین کود تغییر بدین، و طریقش ما شما خواندیم که میتونیم با استفاده از خود فایل CSS بوتستراپ و داخل فایل رفته او رو نظر به نیاز وبسایت یا مو اپلیکیشن که دیزاین میکنیم تغییر بدیم و تغییرات درو وارد کنیم. کود باید شما به شکل لوکال رو دانلود کنین کار بی و در پروژکتتون بعد از تغییرات استفاده کنید. اما اگر تغییرات اساسی نمیخواین که در خود فایل استایل بیایه، شما میتونین او را بینو در به شکل آنلاین کار بگیرین، شاید دو ضرورت نیست به خاطر دانلود کردن شما. اما در کل درس امشب ما یا بخش بعدی که البته شروع میکنیم که یکی از بخشای عمده و مهم و یکی از بکبون یا امو ستون فقرات در فرانت اند البته حساب میشه امروز در بازار امروز، او موضوع انگولر است. یک انگولر چی است و چطور از این استفاده میکنیم، به چی منظور استفاده میکنیم، چی خوبیایی داره، این البته امشب البته میخوانیم. قبل ما شما مثلا HTML را خواندیم، CSS را خواندیم، جاوا اسکریپت را خواندیم و در پلیز پیشتر از بوتستراپ یاد کردیم، نایس فریم ورک دیزاین یا CSS فریم ورک از بوتستراپ کاری گرفتیم. اما در کل از جاوا اسکریپت، منظور ما از جاوا اسکریپت و HTML و CSS که در دیزاین وبسایت یا در فرانت اند نقش اساسی را دارن و داشتن. اما زمانی که بازار هر قدر به طرف داینامیک شدن و پیش رفت، سرعت کار خواسته زیادتر شد و به ما اندازه نیاز بیشتر به تغییرات زیادتر در بازار شد و خواهشات زیادتر به بازار آمد، در این چی کار کردن؟ پروگرامر ها آمدن، کمپانی های مختلف آمدن، بعد فریم ورک ها را ساختن که فریم ورک ها میتونه در پهلوی از این که کار ما را سرعت بده و کار ما را آسان‌تر بسازه، همچنان انتراکشن یا برقراری ارتباط فرانت اند و بک اند را نسبتا آسان‌تر و خوبتر یا منظم‌تر می‌سازه، که یکی از امی فریم ورک‌های عبارت از فریم ورک انگولار است. اما این انگولار چیست؟ اینجا مثلا من چند صفحه را باز کردم پیشتر که اینجا تشریح معمولا مو معلومات درباره انگولار است، انگولار چی است و چطور میتونی از اونها کار بگیری در این گفته شده. مثلا اینجا اگر بریم صفحه خود انگولار یا صفحه هوم پیج انگولار، این صفحه است. البته در این قسمت هم میبینین که مو شعارشون البته هست The Modern Web Developers Platform، و زمانی که قسمت بیاین براتون معلومات داده درباره اینکه چی است، میگه develop across all platforms, speed and performance, incredible tooling, و در پالی از او loved by millions و غیره موارد گفته شده. و اگر بیایم اینجا کلیک کنیم در این قسمت، اینجا بعض موارد را دربارش نشان میده، بعض خصوصیات از این را که چطور میتونیم کار بگیریم از این اپلیکیشن و غیره. و پیش از اون میایم به این قسمت که انگولار اصلا چی هست و چطور میتونیم از این استفاده کنیم. ما پیش از اینکه به این قسمت بیایم، ما یک کار دیگه البته اینجا بیایم به این قسمت به هوم و همچنان در این قسمت
و داکس آمده تا در این قسمت ببینیم که Introduction to Angular. Angular تعریف کلمات برازی دارن میگن Angular is an application design framework. Angular چی است؟ یک design framework است. Design framework and development platform. این دو مورد اساسیه Angular یا تعریف Angular است. به خاطر دیزاین یک بار Angular چی است؟ یک دیزاین فریم دیزاین اند دیولپمنت پلتفرم، دیزاین فریم ورک اند دیولپمنت پلتفرم است. یعنی به این معنا که اگر ما خواسته باشیم یک فریم ورک دیزاین کنیم، یعنی فرانت اند وبسایت خود دیزاین کنیم و در پهلوی ازو در پهلوی دیزاین دیولپمنت پلتفرم هم چنان است، یعنی میتونیم با استفاده از این یک اپلیکیشن مکمل هم چنان داشته باشیم. یعنی ما میتونیم در پهلوی از یکی از موارد استفاده انگولاری است ما به خاطر فرانت اند استفاده میکنیم و در بک اند میتونیم از زبانای دیگه کار بگیریم، مثلا از تکنولوژی های دیگه استفاده کنیم. به طور مثال اگر ما بیایم از جاوا استفاده میکنیم، میایم از فریم ورک و فلیورهای مختلف فریم ورک مثل اسپرینگ ام وی سی و اسپرینگ بوت، مخصوصا اسپرینگ بوت که امروزه در بازار زیاد کار گرفته میشه، از اسپرینگ بوت استفاده میکنیم. اما در دیزاین از میایم چیکار میکنیم، در فرانت اند چیکار میگیریم، میایم از انگولار کار میگیریم. اما در پهلوی از چیکار داریم، میتونیم با استفاده از این پلتفرم یا این فریم ورک انگولار همچنان موارد بکند را تنظیم کنیم. و به خاطر چی استفاده میشه؟ For creating efficient and sophisticated single page apps. در بعض جا شما موارد البته SPA موارد میشه. SPA و اون معنای single page app یا single page application است. یعنی به این معنا که ما اگر خواسته باشیم یک اپلیکیشن که به جوش سینگل اپ سینگل پیج ساخته میشه، اس پی ای ساخته میشه، به خاطر ساخت ما میتونیم از چیکار بگیریم؟ انگولار کار بگیریم. مثلا خودم یه اپلیکیشن قلبت داریم در این قسمت، یه اپلیکیشن های مختلف امروزه که معمولا به شکل سینگل اپ هستن، تمام موارد در یک صفحه هستن. اما نظر به قوانین که شما تعریف میکنید یا کندیشن هایی که تعریف میکنید چیکار میشه؟ او دیتا خود لود میکنه و شما نشون میده. و در پهلوی از چیکار میکنه؟ میگه دیز انگولر داکیومنت. خب این معمو معلوماتی هست که چطور البته میتونه شما از انگولر استفاده کنین و چطور البته در مورد اگر خواسته باشین معلومات بیشتر بگین که براتون معلومات داده. اما در این قسمت گیم اینجا براتون بعضی خصوصیات انگولر رو براتون میگن. مثلا انگولر چی است؟ میگه انگولر از ا دیولپمنت پلتفرم، مورد که بیشتر البته گفتیم. و در اساس چی ساخته شده؟ زبان کلبته در انگولر ما کار میگیریم و با زبان کلبت ساخته شده خود انگولر و همچنان زمانی که ما میایم از انگولر به خاطر دیولپمنت استفاده میکنیم، دیزاین که یک مورد است، به خاطر دیولپمنت استفاده میکنیم، از کدام زبان است؟ از تایپ اسکریپت است. در بعض جا شما زمانی که بیاین بعض موارد آشنا میشین یا میبینین به نام انگولر جی اس. کلبت چی هسته؟ فرق کلبت با انگولر فیلی و انگولر جی اس چی هستن؟ انگولر جی اس با جاوا اسکریپت ساخته شد. اما میایم بالا بعدن براتون تعریف میکنیم که فرقشان بعد چی است و چه وقت با جاوا اسکریپت ساخته شد و بعد از چی وقت را آمد به طرف تایپ اسکریپت و چی منظور. اما فعلا انگولار که ما کار میگیریم با آخرین انگولار فعلا استیبل ورژن که در بازار وجود داره انگولار 13 است. 14 وجود داره اما 14 استیبل نیستن، 13 استیبل یا آخرین ورژن مکمل است. با چی ساخته شدن اونا؟ با استفاده از تایپ اسکریپت ساخته شدن. و ای انگولار فریم ورک چی خصوصیات یا چی موارد داره یا چی فواید داره که ما کار بگیریم؟ یکی از مواردش میگه a component based framework for building a scalable web application. و این چی هستن؟ یک فریمورک هست به اساس چی هست؟ component based هست و به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر ساخت scalable web application. چرا؟ ما component های مختلف داریم، براندازی که اپلیکیشن خود میخوایم اسکیل بتیم یا براندازی که میخوایم اپلیکیشن خود بزرگتر بسازیم، ما به مو اندازه چیکار میکنیم؟ میتونیم با اضافه کردن کامپوننت های مختلف اپلیکیشن ما بزرگتر میشه. به طور مثال یک مثال ساده بر شما بگیم. مثلا شما یک فروشگاه آنلاین میسازیم یا آنلاین البته شاپینگ اپ میسازیم. قبلا مثلا شما داشتین تمام موارد داشتین خرید و فروش اینا رو، ما فعلا مثلا شما آمدین یک مورد دیگه رو دیسکاونت رو اضافه کردین به اون. تنها درون چی از اپلیکیشن از قبل ساخته شده بود، تنها شما فعلا یک مورد میخواین در اضافه کنین که مورد دیسکاونت است. پس درون چی کار میشه؟ شما تنها میتونین یک یا دو کامپوننت به او اضافه کنین
و او چی کار میشه؟ با اون اندازه اپلیکیشنتون بزرگتر میشه. چرا؟ اضافه شدن یک کمپوننت یا یک مورد به اپلیکیشن چیست؟ نمونیت بزرگ شدن یا فراخ شدن یا نسبتاً کارایی بیشتر اپلیکیشنتون است. و دوم البته چیست میگه؟ collection of well integrated libraries that cover a wide variety of features. و در پلیه تو چی داره؟ یک کلکشن از well integrated library داره. لابراری مختلف چطور میتونیم از اونا کار بگیریم و با چی روش میتونیم کار بگیریم و در چی موارد کار بگیریم که انشاءالله در جریان این کورس اونا رو با بسیاریش البته آشنا میشیم که برای ما چی کار میکنن، برای ما فیچرهای مختلف البته عرضه میکنه امی well integrated library که البته داره. کو موارد چی هست؟ مثلا به طور مثال یکی از مواردش راوتینگ است. راوتینگ ساده تر بگویم به خاطر آدرس‌دهی یا مسیردهی بگویم خوبتر است. یا مورد دیگه البته که داریم مسیردهی به چی معنا؟ معمولا امروز در بازار ما از رست کار می اضافترن اپلیکیشنی که البته ساخته میشن به اساس API و به اساس رست البته ساخته میشن. و اینا هر کدامشان چی هستن؟ هر کدامشان یک آدرس مشخص خود، یک راوت مشخص خود دارن. اما چطور به هر راوت از او دسترسی پیدا کنیم یا با مایکرو سرویس هایی که البته می سازیم با استفاده از رست یا با روش رست به هر مایکرو سرویس چطور دسترسی پیدا کنیم و چطور اونا را در زمانی که ضرورت میشن کال کنیم، ما از چیکار از راوتینگ کار بگیریم و این راوتینگ را برای ما لایبرری که در انگولار موجود است بسیار زیادتر سهل و آسانتر ساخته. مورد دیگر بعد از فارمز است یا فارم منیجمنت. خب بدون شک زمانی که ما اپلیکیشن میسازیم در جاهای مختلف از فارم کار میگیریم. ساده ترینش مثلا لاگین میکنین یک وبسایت، ضرورت دارین با ساین اپ و ساین ان. خب نپ البته که یوزر بیای راجستر کنه خود ده. در اونجا ما به چی ضرورت داریم؟ به فارم ضرورت داریم. زمانی که بعد از راجستر میخوای لاگین شوه به فارم ضرورت داریم. میخوای دیتا رو در وبسایت اضافه کنه به فارم ضرورت داریم. میخوای دیتا رو ادیت کنه به فارم ضرورت داریم و غیره موارد دیگه. مورد دیگه البته است کلاینت سرور کامیکیشن. بیشتر براتون گفتم زمانی که میخوایم با کلاینت با سرور یا سرور با کلاینت البته ارتباط برقرار کنه که معمولا شما زمانی که وبسایت را مخصوصا به شکل داینامیک میسازید که امروزه برای روش معمول است با چی ضرورت دارین؟ با یک بس با یک سلسله از لایبرری یا بعض یک پکیج از کد ضرورت دارین که در اینجا اگر شما بیاین اون را از بیس نوشته کنین اون وقت زیادتر شما را میگیره و در پهلوی از او نسبتا کارایی از او میتونه کمتر باشه. به چی خاطر؟ شما زمانی که بار ابتدا نوشته میکنین امکان داره که در روش اشتباهات رخ بده، وقتتان زیادتر بگیره و هر بار که اشتباهی رخ میده شما دوباره میرین به خاطر اصلاح کردن از او هیچ چی کار میشه، هم زیای وقت میشه، هم زیای ریسورس میشه و در پلوی از او کارایی از او به او اندازم شاید زیاد نباشه و شما معمولا پول زیادم باید خرج کنین در این تا یک گروپ از دیولپرها را هایر کنین تا چی کار کنن؟ او فریم ورک برای شما بسازن یا می روشایی که یا لایبرری که به خاطر کمیونیکیشن اینا ضرورت داریم اینا رو برای شما بسازن. ما شما زمانی که این از انگولار کار میگیرین چی کار کنید؟ چون که پیش از پیش ساخته شده و بارها تست شده، بارها امتحان شده و یک گروه بسیار بزرگ از دیولپرها در این کار کردن و همچنان در سپورت از یک گروه بزرگ از دیولپرها همیشه مصروف کار هستن. اینجا چی کار است؟ هم قیمت پایین میآید، هم کارایی وبسایت شما بلندتر میشه. و مورد سوم که البته در اینجا وجود داره و چیست میگه؟ A suite of developer tools to help you develop, build, test and update your code. بازم یک چی هستن؟ مجموعی از یک developer tools ها هستن که بخاطر چی شما را کمک میکنن؟ بخاطر ساخت و یا develop کردن، build کردن، test کردن و update کردن کودتان. به چی اساس؟ انشاءالله وارا میم تمامشانه دانه دانه میخوانیم. مواردی که البته در یک اپلیکیشن البته انگولار اپلیکیشن در اسنشل ضرورت موارد ضروری است به طور مثال کمپوننت گفتیم که ما به اندازه زیاد یا به شکل وسیع از استفاده میکنیم. موارد تمپلیت که ما چطور البته از تمپلیت کار میگیریم که براتون ان شاء الله تشریح میکنیم. اینجا نمونه بسیار ساده اش در اینجا براتون گفته شده. در قسمت دیپندنسی انجکشن یکی از البته دیزاین پترن های مشهور است امروزه که معمولا در دیزاین کار میگیریم، یعنی گلر سی ال ای که خودمو که چطور البته استفاده میکنیم قرار ان شاء الله براتون تعریف میکنیم که مو سی ال ای یا کامل لاین اینترفیس انگولار هستن و چطور کار میگیریم. فرست پارسی لایبرریز
و میشکل و موارد دیگه که هر کدومش هم مدل و فارم و غیره را که انشالله در جریان درس خود میخوانیم. اما این بعد از او که انگولر ورژن، انگولر اگر ببینیم از ورژن یک یا ون اکس همچنان رو یاد میکنن، یا در بعض موارد البته انگولر جیس همچنان یاد میکنن. شروع شده تا به امروزه که به چند است؟ و 13 تمام شده. یعنی پیشتر هم براتان گفتم که 14 همچنان به بازار آمده، اما او چی هسته؟ او مکمل نیست. اینجا اگر ببینیم به قسمت ویکی‌پدیا خود انگولر، اینجا ببینید که براتان چی میگه؟ میگه اینیشیال ریلیزش شب براتان نشان میده که چه وقت و نمیم در این قسمت دو مورد مهم از بر ما. مورد استیبل، استیبل که فعلا در بازار از یود کدام است؟ 13.1.1 است که در چه وقت البته عرضه شده؟ در 15 دسامبر 2021 تقریبا دو ماه پیشتر میشه. اما فعلا ریویو ریلیز کدام است؟ انگولر 14 است که در 26 جنوری 2022 28 روز پیشتر عرضه شده. اما این چی است؟ اینجا براتان گفته شده پیش از پیش که ریویو ریلیز است، یعنی ضرور شما نباید فعلا از این کار بگیرید. چرا؟ در زمانی که در ریویو است خوب رو به خاطر از این عرضه میکنن که دیولپر از او کار بگیرن و مشکلاتی که در جریان رخ میده او رو بعد دوباره به انگولر راپور بدن تا تیمی که در به خاطر ساخت انگولر کار میکنن اونا چیکار کنن، بیاین امو تغییرات رو بیارن یا مشکلات کلمات مشکلات رو اصلاح کنن. اما اگر شما میخواین آخرین ورژن کار بگیریم میشه انگولر 13 کار بگیریم، ورژن قبلی از اون که فرق زیاد ندارن، اما هر کدامشان فرق بسیار نسبی دارن که میشه باز اینا رو بیاین در این قسمت شما خودتون بخواین چی در اینجا و یا چی در این قسمت. وقت اسمی که بیشتر البته گفتم بار اول انگولر در 2000 البته 2010 تقریبا 7 سال پیشتر شده ساخته شد. کو وقت به نام چی یاد میکنیم؟ وقت تا فعلا البته وقت انگولر به نام انگولر جیز یا ون اکس البته یاد میشد. چرا انگولر جیز یاد میکنم؟ به خاطر از این که با زبانی که انگولر جیز ساخته شد کدام زبان بود؟ زبان جاواسکریپت بود. به خاطر امی او را به نام انگولر جیز یاد میکنن و فعلا امروزه انگولر جیز مورد استفاده زیاد نداره. پروژه امروزه معمولا زمانی که ساخته میشن و اگر شما مثلا مین بعدن انشاءالله میریم بازار به خاطر امتحان اینا معمولا انگولر که امروزه در بازار است از انگولر 6 و بالاتر از 6 یا ورژن 6 یا بالاتر از 6 استفاده میشه. 7 و 8 و بعض شرکت ها اینا بالاتر میرن. خب این به خاطر از اینکه با انگولر با جیز یا جاوا اسکریپت ساخته شد، اما بعض مشکلات خود را البته در کمال داشت. پول زیاتر به اون نمیپردازیم، وقت ما را زیاتر میگیره. خود را شما خودتان میتونید برین و بخونین که چی مورد است. اما در کل بعد از اون انگولر بعدی که البته به بازار آمد و عبارت انگولر دو بود، کوچی با ساخته شد با تایپ اسکریپت و در کدام سال؟ در سال 2016 در سپتامبر 2016 و بازار عرضه شد. و می شکل بعد از او دیگه از این قسمت از انگولر دو به بعد تمامی شلوت با استفاده از چیست؟ با استفاده از تایپ اسکریپت است. اما بعد از او چی کار شدن؟ آمدن و بعض تغییرات آوردن، بعض اشتباهات را اصلاح کردن، بعض موارد جدید اضافه کردن، دانه دانه با اضافه کردن هر کدام اونا چی کار شد؟ انگولرهای جدید البته اضافه شد. اما انگولر 13 میبخشین انگولر 3 زمان که آمد انگولر 3 رو اسکیپ کردن، یعنی ما فعلا انگولر 3 کدام چیز به نام انگولر 3 نداریم. و چرا؟ ریزنش میگه بر شما میگه reason behind this is that the version mismatch between angular core, angular compiler, angular router libraries بعض مسمچ هایی که البته بود به اون خاطر این کاملا اسکیپ شد. ما مجرد از او بسیار با وقت کم از انگولر 13 اینجا زمانی که میبینین در این قسمت 16 سپتامبر 2016 ای البته آمد به بازار انگولر دو آمد، اما با مجرد از او در مارچ 2017 انگولر 4 به بازار آمد، یعنی پیشتر در این جریان کدام انگولر 3 ما نداریم. خب ای البته دوباره 2017 البته به بازار آمد انگولر 4 و اینجا مواردش هست که با چی البته چی چیزایی البته صاف مثلا کمپایلیشن یا بتر بک فکس الرت و از جمله از مهمترین موارد بود که در این کد البته اضافه شد. موارد دیگه البته که بیایم در این قسمت انگولر 5 در 2017 به بازار آمد به شکلی موارد عمده ایش است که چه چیزا در این اضافه شد و چطور کار میگیریم که زیادتر به اونها میپردازیم چرا که بر شما جدید است
نسبتاً گمتر می باشم، مثلا کامل و البته شدیپ مادیول و موضوعات دارو نسبتاً فراختر شد یا باستر شد یا اضافه شد، و در پلید انگولر 6 زمانی که با بازار اضافه شد آمد به بازار چی موارد درو اضافه شد، مثلا انگولر متیلیرز و غیره از جمله موارد عمده البته بودن که در انگولر البته اضافه شدن، مثلا انگولر 7 زمان که آمد به بازار البته تاریخش 2018 از میشکل چی موارد در اضافه شد، اینه بر شما گفته شده. انگولر 8 البته زمانی که بازار آمد دو سال 2019 چی موارد در میشکل، انگولر 9 دوباره در سال 2020 بازار آمد و میشکل آیست سایستان، یعنی تا به انگولر 10 و 2020 باز دوباره و انگولر 11 و غیره موارد تا بالاخره انگولر 13 که پیشتر براتون گفتیم در دسامبر 2021 نوامبر 2021 و بازار آمد و بالاخره در دسامبر البته شروع به کار کرد. فعلا ما از وقت استیبل ورژن از اوره و بازار داریم، یا استیبل ریلیزش و بازار داریم یا در دسترس داریم که میشه از او ما شما استفاده کنیم. این در کل مو چند ورژن که ما از انگولر 1 تا انگولر 13 داریم، این تاریخشان و استفادهشان بود یا موارد کلبه در اونها اضافه شد. اما در پالیز در انگولر چی فیچرهای البته انگولر داره پیشتر براتون گفتیم، یکی البته موارد که البته است ای کراس پلتفرم است، یعنی شما میتونین در هر اپلیکیشن در هر دیوایس از کار بگیرین، در دسکتاپ شما میتونین اپلیکیشن با این میسازین در دسکتاپ کار گرفته میشه در شما بیاین از زمانی که میاین از موبایل کار بگیرین در موبایل شما میتونین البته اینا کار بگیرین، شما میتونین در لپتاپ کار بگیرین، در آیپد و آیپاد و تبلت اینا البته از این استفاده کنین، در پلوی از میشه در پلتفرم های مختلف یا او اس پلتفرم ها مثل مک و ویندوز و لینکس در هر کدامش البته میتشه شما بتیز استفاده کنیم. موارد سپید اند پرفورمنس است که نسبت به روش ساده که البته شما میایین میسازین نسبت روش ادی چی است بالاتر زیاتر است، پروداکتیویتی شه بیشتر براتون گفتیم که بیشتر و بیشتر است، کامپوننت های مختلف داره و لایبرری مختلف البته در خود داره که کار چی کار میکشه، این برای شما سهولت بیشتر در نوشتن کودتان اضافه میکنه. موارد تمپلیت اینا خود انگولر سی ال ای یو اینا جمله موارد عمدهش است، و موارد دیگه البته که داریم موارد مثل تستینگ و در قسمت فول دیولپمنت تری البته داریم، مثل موارد تستینگ که ما میتونیم بیم از جسمین کارما اینا به خاطر تستینگ فرانت اند ماس کار بگیریم و یا به خاطر موضوعات انیمیشن موضوعات اکسیبیلیتی از جمله موارد عمدهش است و غیره ای فیچرهای عمده انگولر هستن که انشالله هر کدامشان دانه دانه در جریان درس خود میخوانیم. خب اما در کل میاییم که انگولر چطور میتونیم در اپلیکیشن یا در کامپیوتر خود انستال کنیم. زمان بیاییم به این قسمت کلیک کنیم، اولین موارد که البته میبینیم چیست که پری ریکویزیت است. به خاطر استفاده انگولر شما باید به کدام موارد آشنا باشید یا چی چیزایی را باید بفهمید. مواردی که البته میگه to get the most out of this material tutorial you should already have a basic understanding of the following HTML. شما باید HTML را بفهمید دقیق تا بتونید از انگولر استفاده کنید. چرا زمانی که ما انگولر بحث میکنیم خب یک فریمورک هست که با چی ساخته میشه، ما میایم میره در قالب HTML کار میگیریم یا ایره در با تلفیق کردن المنت های مختلف HTML میایم یک اپلیکیشن یا یک وبسایت میسازیم. پس به خاطر شما باید با HTML چی باشین؟ آشنا باشین. و مورد دیگه چی است؟ جاوا اسکریپت. و مورد سیم تایپ اسکریپت یا با جاوا اسکریپت یا با تایپ اسکریپت، چون از یاد فرق زیاد نداره از هم دیگه. اما ان شاء الله در جریان ما شما بیشترش آشنا میشیم چرا شما با جاوا اسکریپت و HTML اینا آشنا هستین. خب یک نمونه از اپلیکیشن است با استفاده از انگولر ساخته شده، یک نمونه بسیار ساده و ابتدایی است. در اینجا براتون نشون میده استراکچر کدای ازیرا و میشکل صفحه شه و بالاخره نتیجه شه، و اینجا هم یک نمونه گفته که چطور البته ساخته. مثلا شما زمان میایین کریت ا پروداکت لیست، یک پروداکت لیست میسازین به چی شکل البته میسازین و چطور آیتما رو تعریف میکنین و بالاخره اون رو کال میکنین، هر مورد از فار و اینا کار میگیرین. ببینید ما موارد فار اینا رو خوانده بودیم، اما در اینجا پیش از فار چی هست؟ یک کیورد دیگه اضافه شده ng، یعنی به خاطر چی هست؟ این به خاطر انگولر هستن که فار انگولر با فار دیگه ابجکت ها فرق میکنه. و چرا؟ این رو باز ان شاء الله در جریان درس میخوانیم
موارد تایتل اینا به چه شکل باشن و چطور اینا را کار کنیم، چرا در داخل کد به البته برکت استفاده میشن و به چی اساس و غیره موارد دیگه که هستن. اینجا تمامش براتون چی کار میکنن نشان میدن. اینا ببینید به یک قبلا ببینید به چه شکل این پروداکت از مای استور و فعلا ببینید که به چه شکل شد، به این شکل، به این شکل یا به این شکل. یعنی یک شکل زیبا، مقبول‌تر، زیباتر و منظم‌تر داره و غیر موارد دیگه که البته در اینجا هستن. این موارد چی هستن؟ استفاده است انگولر هستن. انشالله ما شما تمامی اینا را دانه دانه انشالله میخوانیم و شما بسیاری این موارد همچنان آشنا خود شده. و در موارد مهم که البته داریم قسمی که فعلا در اینجا است انگولر آیو وبسایت رسمی انگولر است. شما میتونید به این بیاین و بخش‌های مختلف هم یک داکومنتیشن بسیار خوب دارن. اینجا کلیک میکنین مکمل موارد براتون دانه دانه اینجا ببینین براتون گفتاش در ساخت اپلیکیشن تا ساختن موارد مثل مادیول چطور بسازیم، مثل فارم چطور بسازیم، مثل کامپوننت چطور بسازیم، تمپلیت چی است، چطور کار گرفته میشه، چطور البته سی اس اس کلاس های مختلف به او اضافه کنین، مثلا از فریم ورک های دیگه مثل بوت استرپ گفتیم چطور بوت استرپ اضافه کنین، بوت استرپ در کار بگیرین، موارد فریم ورک دیگه که البته داریم امرای ازی منگولر متریال زیاد میشه، انگولر متریال چطور اضافه کنین و چی خصوصیات داره و چطور میتونین استفاده کنین. بسیار موارد مختلف هستن که ازی کار گرفته میشه و به خاطر از یک پشتیبانه یک مورد از یادم نره، پشتیبانه یا سازنده فعلی انگولر چی هست؟ گوگل است. گوگل مسئولیت ساخت و عدت و مدیریت انگولر به دوش داره یا مربوط به گوگل میشه و به خاطر یک مورد بسیار خوب و مورد بسیار منظم است. خب اما بر صورت من به این قسمت و مورد اینجا کلک میکنین ستاپ. خب پریکوزات ها رو البته اینجا گفتیم که چی هستن و چطور البته کار گرفته میشن. اینجا کلک میکنم قسمت ستاپ رو کلک میکنم پریکوزات و در این قسمت بیم installing Angular CLI. Angular CLI چی هست؟ میگی you can use the Angular CLI to create project, generate application and library code and perform a variety of ongoing development tasks such as the testing, building and deployment, bundling and deployment. بخاطر ساخت و تست و غیره موارد یا غیره اپریشن یا عملیاتی که ما در انگولر انجام میتیم، اولین کار که البته یا اولین مرحله وجود داره و چی هست؟ اینستال کردن انگولر سی ال آی است، یعنی انگولر کامل لاین اینترفیس. خب بخاطر اینستال کردن انگولر سی ال آی چی کار داریم؟ ما میایم از چی کار میگیریم؟ اینجا کدش البته ای هست npm install -g at angular-cli. این کود از یه که باید بیاییم در چی کار کنیم؟ میگه تو انستال در انگولر CLI open terminal window and run the following. terminal window ما چی هست؟ ما میتونیم از cmd خود ویندوز کار بگیریم. در اینجا میتونیم بیره روشتر کنیم، مثلا بیاییم در این قسمت اضافه کنیم که npm install-g at angular CLI کار بگیریم و یا ای که بیم از چی کار بگیریم؟ یکی از دلترهایی که البته استفاده میکنیم مثل ما شما دو گاهی بایی اشنا هستیم با ویژوال استودیو کود، از ویژوال استودیو کود کار بگیریم و در اینجا بیم یک ترمینال تعریف کنیم. هر دو روش در اینجا چی هستن؟ بر ما موجود هستن. خب ما چطور از ای روش از خود شل یا ترمینال ویژوال استودیو کار بگیریم میرم بر شما میگیم، اما فی از این سیم دی چطور کار بگیریم میرم بر شما میگیم. اما پیش از این اولین کار که البته ای است که باید شما انتخاب کنین که در کجا میخواین این پروژه تان ساخته شود، یعنی پروژه که با انگولر میخواین بسازین یا انگولر سی ال آی که میخواین نصب کنین در کجا میخواین نصب کنین. به این خاطر باید یک موقعیت مشخص برزی داشته باشید. موقعیت مشخص از اون مد نظر گرفته بعد از این نصب در غیر از که شما نصب کنین در این قسمت فولدر ابتدایی یا فولدر یوزر که است در اینجا نصب میشه. اما به خاطر اینکه ما منظم باشه مثلا ما میایم در این قسمت به دسکتاپ اگر بیایم در دسکتاپ مثلا فرانت اند بله فرانت اند کورس ماتریالز است، ما میخوایم بی اپلیکیشن که به خاطر انگولر هم داریم در همین البته ساخته شده و در همین کار بگیریم میده. خب چطور میتونیم از این استفاده کنیم؟ در این قسمت فعلا هستیم مثلا به خاطر از این در غیر از شما میتونید ببینید در اینجا چون فعلا در خود دسکتاپ هستیم مستقیم نام وزیر نوشته میکنیم. مثلا من در اینجا ما اگر بیم به خاطر رفتن ببین چرا فعلا ما بی نیستیم، من در این قسمت کار میگیریم مثلا میگیم cd ما باید نامش هم مکمل نوشته کنیم front end underscore course
underscore materials. این یک کلیک میکنین باید این را ببینید که نام اشتباه نوشته کردین حتما front and underscore course underscore materials. خخ اول باید در فولدر عمومی هستیم، اول باید بیایم به دسکتاپ. دسکتاپ فعلا به دسکتاپ آمدیم، حالا به اون فولدر میریم. به خاطر ما کد ما کال میکنم دوباره به اینجا کلیک میکنم، حالا ببینیم ما در کجا هستیم. فعلا بین این فولدر هستیم، اما این کد اگر شما به این که بسیار آسان است سی دی نام اون فولدر یا مو آدرس که میخواین برین دانه دانه باید برین. فعلا چون با این درایو بودیم، با درایو اساسی بودیم، در این قسمت بودیم سی دی دسکتاپ نوشته کردیم، به اینجا ما دسکتاپ اومدیم. فعلا بخود چون به دسکتاپ هستیم، به خاطر رفتن به خود داخل از این فولدر سی دی، بعد از اون چون که در اینجا سی دی و نام فولدر نوشته کردیم. اما روش یکی از روش‌های آسان‌ترش چی هست؟ من دوباره اینو کلوز میکنم و دوباره بیایم به این قسمت. اگر ببینیم فعلا با درایو امو فولدر ابتدایی هستیم یا فولدر یوزر هستیم، به خاطر از داخل فولدر تان بیایم در اینجا نوشته کنیم سی ام دی. اینجا ببینید فعلا دوباره مستقیما در اون فولدر رفت، چون که داخل از این فولدر باز کردیم سی ام دی رو فعلا داره میگرفت. خب اما در کل به خاطر انستال کردن انگولار داخل این فولدر میخوایم انستال کنیم. چطور میخوایم انستال کنیم؟ شاید ما ضرورت داریم به دو به مورد اضافه کردن این کد. اما پیتری اولی کد ببینید یک چیز به نام npm. npm از چیکار گرفته شده؟ از نود پکیج منیجر. npm از چیکار گرفته شده؟ از نود پکیج منیجر. یعنی به این معنا که ما به خاطر انستال کردن انگولر ضرورت داریم به نود. چطور میتونیم نود انستال کنیم؟ به خاطر انستال کردن نود اینجا میان کلیک میکنیم، میگیم نود، اینجا بیاییم node.js، اینجا بیاییم میگه به خاطر دانلود کردن نود ویندوز ما رو باید پیشتر خود شناسایی کرد که ویندوز 64 بیت است. در اینجا برای ما میگه که دو ورژن است، یک فعلا current ورژن یا latest ورژنش 17.6.0 است، اما LTSش long term support باشه. long term support چی است؟ 16.14.0 کی ورژن استیبل است فعلا به بازار. میشه سردی شما کلیک کنین و ایل انستال کنین و بعد انستال کردن نکست تیکس را میتونین دانلود شد و بعد از دانلود کردنش بسیار راحت میتونین به اپلیکیشنتان یا به خود پروژه تان یا به کامپیوترتان ایره اضافه کنین. این یعنی در حالت انستال است، اما من چون که فعلا از قبل در کامپیوتر ما است، پس من میریم یک باری را میبینم که میگم نود داش داش وی که ورژنش برای من نشان بده کدام ورژن است. خب میگه که نود نمیشناسم، نود داش وی، بله ورژن فعلی البته 14.15.0 است، دو ورژن دیگه که پایین تر. اما شما میتونید لیتستش انستال کنین. فعلا البته یک زمان یک کار روی لیست هم انستال میشه، یا مثلا میایم بگیم npm رو ببین npm داش وی ده فعلا برای ما نشان میده که 6.14.8 در این انستال است. خب یعنی در کامپیوتر ما فعلا موجود است. اما انگولر به خاطر انستال کردن انگولر چیکار میکنیم؟ با قسم که البته در اینجا البته گفتیم در اینجا ما به خاطر انستال کردن از این ضرورت داریم به چی؟ ضرورت داریم به نوشتن این کد npm install -g angular -cli. اما در کامپیوتر من انگولر هم انستال است. خب من روش براتون شما میگم، اما فعلا چون که انستال است ما یک بار کد اینجا کار میگیریم براتون که شما بفهمید. npm نود پکیج منیجر، بعد از کیورد خود انستال، بعد از کیورد داش جی. داش جی به این معنی که به شکل گلوبالی در کامپیوتر رو تمام استفاده یا در تمام بخشای کامپیوتر قابل استفاده باشه یا قابل دسترسی باشه کار میگیریم. و چی رو میخوایم انستال کنیم؟ نامش مثلا میگه انگولار داش سی ال ای میخوایم انستال کنیم. کلیک ما میکنم در اینجا، ببین چی برام اینجا چی پیام را نشون میده. حالا شروع کرد به انستال کردن از اون. خب ببینیم که چقدر به پیش میره، ایرر میده برام یا نمیده. در اینجا میبینیم که میبینیم این یه مرحله انستالیشنش هست، اما تمامی لایبراری ها و پکیج ها و اینا رو که بیشتر گفتیم میبینی یاد دوگه دانه دانه نصب میشه. به خاطر نظر به سرعت کمپیوتر تان و نظر به سرعت اینترنت تان و ما اندازه میتونه وقت کمتر رو زیادتر رو بگیره و زمانی که مکمل شوه در آخر بر شما پیام
موفقیت انستال براتون نشان میده که خب به او خاطر منتظرش میباشین تا که انستال شوه. ببینید بعضی چیزا رو ریموو میکنه از سیستم و بعضی چیزا رو انستال کرده میره فاینالایز میکنه. شرط ما پیش از پیش و انگولار انستال داشتم در اینجا در این قسمت. خب میگه ببینید به خاطر از این که من انگولار قبلا در کمپیوترم داشتم ورژن 11 رو داشتم این یه فیلن انگولار شد عدد 52 پکیج from 29 contributors remove 118 package and update 71 package in any قدر سکند. البته نزدیک به یک دقیقه و چند سکند البته شد. به اینی اندازه پروژکت برای چی کار کرد نسبت شاید بی پیام برای شما چون که از ابتدا میخواین استال کنین فرق کنه، اما در کل برای ما به اینی شکل نوشته شدن به خاطر انستال کردنش npm dash install dash d and at angular dash cli ای و خاطر انستال کردن چی است؟ angular است. اما خب بیایم در این قسمت ما به اینجا بیایم داخلی فولدر angular. خب البته فعلا البته در اینجا کدام چیز ساخته نشده در اینجا فعلا angular ما البته در کمپیوتر انستال شد. حالا من میبخشیم در فولدر رفتم اینجا میایم میگم ng ورژن angular رو میبینیم که چی است. خب چرا در اینجا ngv اینجا میگه angular اینجا برای ما نشان میده باش که با وارد کامل. بله به این شکل ای angular CLI است. کدام ورژن فعلا انستال شد؟ البته ای ورژن angular ما 13.2 8.5 و angular البته ورژن نود ما در این قسمت و npm ما در اینجا برای ما مکمل برای ما چیکار کنی نشان داد. این روش چی است؟ انستال کردن angular است که angular به کمپیوتر ما فعلا نصب شد. خب فعلا زمانی که نصب شد حالا فعلا بعد از چیکار میکنیم؟ ما ضرورت داریم تا پروژکت خود بسازیم. به خاطر پروژکت ساختن آدرس ما پیش از پیش انتخاب میخیم در همین جایی بسازیم و در این قسمت که ببینیم فعلا ما در خود فرانت اند کورس ماتریالز هستیم. به اون خاطر چیکار میکنیم؟ به خاطر ساختن همین پروژکت خود ما میداریم ng و new بعد از اون نام اپلیکیشن. خب ng داش new البته new و بعد از نام پروژکت ما. نام پروژکت ما مثلا چی باشن؟ میگه مثلا برنامه نامش هم میمونیم که مثلا my first project. یک نام برش میمونیم اینجا اضافه شد. حالا بیم کلیک میکنم سر از این میبینیم که میگه do you like to add angular routing؟ ما میگم yes. اگر مثلا angular routing چی هست و چطور استفاده میکنیم شما فعلا سر از این فکر نکنید، ما فعلا اضافه میکنم که yes. خب میگه در این قسمت سوال میکنه میگه which style sheet format would you like to use؟ کدام نوع شیت فرمت هم میخوایی؟ مثلا میخوایی CSS کار بگیری، میخوایی SCSS کار بگیری، میخوایی SAS کار بگیری، میخوایی LESS کار بگیری، کدام؟ من فعلا میگم دیفالت CSS کلبت است، اما در پلیو شما میتونین به خاطر رفتن بر کدام از این از اروکی استفاده کنین، از اروکی بالا و پایین بر کدامش هم میخواین کار بگیریم و نستار کنم. فعلا من همین دیفالت رو انتخاب میکنم CSS کلیک میکنیم چون ما با CSS آشنا هستیم. ببینید فکر جایی یعنی CSS میبخشین angular مکمل شروع کرد که تمام موارد شده اینجا برای ما میسازه و انستال میکنه او را و پروژیکت ما را به اون احساس میسازه. اینجا دانه دانه پکیج ها را به چی اندازه پکیج و هر کدامش چقدر وقت را در برای گرفت چقدر البته سایز دارن اینجا برای نشان میده و تایی که فایلش مکمل شده و پروژیکت براتون بسازن. در این قسمت هم بیاییم تا فعلا در اینجا چیز وجود نداره. من رفرش میکنم فایل خودم انوزم چرا که انستال جریان داره. رفرش ما کیبورد ببینید اینجا فعلا my first project ساخته شد. هنوز منتظر باید باشیم سری مورد ساخته شده. باید منتظر باشیم برش تا که
انستال شوه و پروژه ما را بسازه. اسمی که گفتم نسبت به سرعت اینترنت تان و نسبت به سرعت کامپیوتر تان البته مخصوصا وقت نمیتونه وقت کمتر و زیادتر بگیره. دوباره دیگه ما باز دوباره کد براتون بگیم npm install -g at angular-cli به خاطر انستال کردن انگولار به سیستم تا خود انگولار انستال کنه و به خاطر دیدن ورژنش از چیکار میگیریم می در این قسمت نوشتم که ng ورژن و در اینجا براتون چیکار میکنه براتون نشون میده و همچنان اگر بعضی کدا به یادتون نمی باشه میتونه چیکار به ng help کار بگیریم ng help کار میگیره مکمل لیست از کماندار براتون نشون میدم کدی براتون نشون میده و به خاطر دیدن از این که بتونیم نود را ببینین ورژنش میتونه از node-v و به خاطر دیدن npm ورژن npm تان میتونه از npm فاصله -v استفاده کنین ورژن براتون نشون میده و دیگه مکمل ببینید این انگولار هم نشون میده ورژنش نود هم نشون میده و در پلیس پکیج منیجر npm ما یا نود پکیج منیجر که البته داریم اونم برام نشون میده و ویندوز ما رو البته اس ورژن و در پلیس از موارد دیگه مثل انگولار دف کیت البته مثل دف کیت آرکیتکتش کور و به شکل موارد دیگه که البته در وجود داره تمامش برای ما دانه دانه اینجا نشون میده و برای ما تمام میشه مشخص میسازه که چی هستن و چطور میشه از اینا استفاده کنیم. خب تکرار از این که نسبت به وقت زیادتر میگیره یک ذره باید که منتظرش باشیم و یک بار از بار اول تانا شما پروژیکت تانا میسازید در مانک پروژیکت ساخته شد دیگه بار بعدی باز ما ضرورت نداره که دوباره ای رو باز بسازیم چون تا زمانی که یک پروژه جدید بسازیم زمانی که یک پروژه جدید میسازیم البته که باز مجبور هستیم بیایم یک پروژه دیگه از کد از استفاده کنیم که وارد سنجی داش نیو و بعد از نام پروژیکت تان باشه کار بگیریم. اما برای فعلا همقدر به پروژه ما کافی است و اینجا مگر ببینین آدرس پروژه تان هم نشان میده براتون میگه خود فولدر اصلی ما به نام my first project است و اینجا فایلش مثلا انگولار جی اس ان یا پکیج جاوا جی اس ان می شکل with me.md و می شکل tsconfig و می شکل editor.config و موارد دیگه کلمت داریم تمام شه براتون دانه دانه نشان میده و شما میتونین ببینین به چه شکل کار گرفته میشن.